که کریم کجاست، کریم کجاست. پیرمرد بیچاره 90 سالشه، پیرمرد بیچاره دیگه یک چشمشو از دست داده. بابام یک چشمش کور شده. حرف نزن. بله بابا یک چشمش کور شده. از حرکات شما بچه های بیعقل و خدا نشناس پدرها و مادرها ناراحت میشن. بچه ها باید یه خود حواسشون جمع باشه، یه خود متوجه خدا باشن، ببینن آخرتی دارن، دنیایی دارن. دنیا محل گذر است. از دنیا باید گذر کنن به آخرتشون برسن. کارهای دنیاشون باید خوب باشه تا کارهای آخرت خوب باشه. این چه حرکتی بود تو رفتی؟ اون وقت اون پیرزن بدبخت بیچاره. مادرم چطوره؟ حرف نزنم. مادر نپرس، از مادرت نپرس. پیرزن بیچاره کلثوم خانوم پارسال همین موقع ها بود که آقای ملا ابراهیم آمد در، داشتم نماز مغرب عشا رو میخوندم، آمد جلو در خانه در زد، گفت آقای کت خدا بیا به دادم برس، مثل این که کلثوم حالش بد شده. عبار انداختم رو دوشم، رفتم دیدم که ببینم کلثوم خانم چشه. دیدم کلثوم خانم افتاده خوابوندنش وسط اتاق، نفس خیلی به سختی میاد بالا، رنگ رو مثل گچ دیوار سفید و زرد شده و انقریب است که یکی دو ساعت دیگه از دنیا بره. و هم دو سه ساعت بعدش، البته من آمدم خونه یه دعای خوندم، سوره حمد خوندم که بعد که انشالله خدا شفاش بده و یا راحتش بکنه از این ناراحتی. از ملا پرسیدم که ملا کلثوم خانم چرا اینطوری شده که حالش خوب بود؟ گفت پریشب آمده رفت وسط حیات نصفه های شب، خودش رو لخت از زیر کرسی داغ اومده بیرون، دستشو به طرف آسمان کرده که ای خدا، ای پروردگار کریم، اگر کریم با برای من برسون، اگر کریم بنده خوب توی به من برسون. که حالا کریم هم اومده تهران، دعیشه بده راه خدا آور. مرشون ریخت کچل که برای کس آباده نم. اکبر نگو کچل، بده این هر. خیلی خوب چه داد میزنی، چه اسب دوانی میشه، اتاق شخص میشه. من خب که مو نداره سرش دیگه، بس گفت کچل. آخه آدم ها رو که مو نداشته باشه سرشون که بهش نمیگن کچل پسر جان من. ناراحت نکن، خودش بدبخت بیچاره است افتاده اینجا، دیگه اذیتش نکن دیگه. خیلی خوب کارش ندارم. آخه بعد نیاد گلهی بکن، آخه گلهی بد کاریه. آدم بیاد دکشه بده راه خدا. او آمد مشت عباس اومد، مرد شما مشت عباس ببرن. مشت عباس حرف نزن. اون وقت کلثوم خانم وقتی که سرما رو خوب خورد رفت تو اتاق زیر کرسی، سینه پهلو کرد، سه شب بیشتر طول نکشید. پارسال همین موقع بود، مثل اینکه بردیم جنازش رو خدا رحمتش کنه، زن بسیار خوبی بود، بردیم در قبرستان ده خاک کردیم. و خب انشالله خدا عاقبت تو رو بخیر کنه که مادر رو از خودت ناراضی کردی، پدر رو از خودت ناراضی کردی. یعنی خدا گناه من نمیبخش؟ گره نکن. آدم باره ها و اکبر میگم، بلا ندیده دعا را شروع باید کرد، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. باره ها و اکبر میگم. اکبر نمیفهمه معنی شعر منو، حالا انشالله یواش یواش بفهمه. این علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد اینجاست. آه اکبر، آه علاج واقعه قبل از اول باید دعا کرد که خدا انشالله درست بکنه کارون. اگه درست نکرد وقتی دیگه هیچی دیگه. نه خیلی، خدا انشالله درست میکنه. خدا انشالله میگه دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز این شبی دفعه صد بلا بکند. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوشدار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. البته اگر تو توبه کنی به درگاه خدا و از خدا بخوایی که گناهان تو رو ببخشه، خداوند هم انقدر کریم و بخشاینده است که حد نداره. انقدر بخشاینده است، انقدر کریم است و رحیم است و غفور است و ودود که حد و حساب نداره. دریای رحمت او انتهایی نداره و پایانی هم نداره. و ما بنده ها باید وظیفمون رو بفهمیم، ما آدم ها باید بفهمیم، ما بچه ها باید بفهمیم. بچه ها دروغ نمیگن، درسته. بزرگترها باید متوجه باشن که بچه ها راست میگن، بچه ها حرف دلشون رو میزنن. و باید اون کسی که با بچه ها سر و کار داره، مشتباز ها، باید توجه داشته باشن که بفهمن، یعنی باید بشناسن شاگردان خودشون رو. با دردها، غمها، شادیها، قهرها، آشتیهای شاگرداشون آشنا باشن.
نه اینکه بی جهت هر کس به نام مشتب باز معلم میخواد بیاد بره سر کلاس، ما اختیار و عنان بچه‌مون رو بسپاریم دست او. البته معلم ارج دارد، معلم مقام دارد، معلم شأن و شایستگی دارد که مولا میفرماید که من علمنی حرفن لقد سیرنی ابدا، هر کس به من یک حرف یاد بده من بنده او میشم. این درست است. یه آموزگار اگر چه خداوندگار نیست، بعد از خدا برتر از آموزگار نیست. آموزگار خلقت انسان نمی کند که نقش جز به عهده حق واگذار نیست. خیلی قشنگ گفته آقای کریم خان. اینا توجه داشته باش که هر کسی رو تو نترسی ازش. تو باید میامدی به من میگفتی، میامدی به حالا به بابا درود نمیشد، به مامان درود ننه درود نمیشد، به داداش درود نمیشد، میامدی در خونه میگفتی آقای کت خدا من از مشتب باز ناراحتم، مشتب باز به خاطر دوزار میخواد من بدبختم کنه و من نمیذاشتم که تو بدبخت بشی. من میامدم حساب مشتب باز رو میرسیم از ده بیرونش میکردم. باید ضابطه ای داشته باشه در رابطه ها. و من کشور ما کشور واقعا باید یه حق حد و حسابی داشته باشه. هر کس میگه من معلمم نباید سراپای وجودش رو غرور بگیره و باید بفهمه که افکار بلند و تابناک دیگری هم هست و باید به اونها احترام بگذاره. از حالت غرور و خودستایی بیاد پایین. فکر نکنه که یعنی باید توجه داشته باشه که میخواد سرنوشت عده‌ای رو در دست بگیره. من روی غرور، روی اون خودپسندی، خودستایی خودم بگم که نخیر، کارمون درست است. باید حساب کنه